برای بررسی بیشتر این صحبت‌ها به اسرائیل می‌ریم. آقای منشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه، اونجا با ما هستند. آقای امیر، خیلی به این گفتگو خوش آمدید. این گفتگو در واقع به نظر می‌رسه که حالا این آقای نتانیاهو بیشتر جنبه آگاه‌سازی جامعه بین‌المللی داشت. یعنی سوال من اینه، ایشون بیشتر هدفشون آگاه‌سازی جامعه بین‌المللی بود یا توجیهی بود برای داخل اسرائیل؟ نه، مسلماً با داخل اسرائیل هیچ ارتباطی نداره. بستگی تام و کامل داره با تصمیمی که پرزیدنت ترامپ باید اتخاذ بکنه و اعلام بکنه، و در واقع این تمام اون دلایل و استدلال‌هایی رو که پرزیدنت ترامپ نیاز داره که ارائه بکنه که چرا قصد داره که از برجام خارج بشه، اینها رو آقای نتانیاهو در اختیار ایشون قرار میده با این افشاگری که امشب کرد، و در ضمن به کشورهای اروپایی نشون میده که شما سرتون کلا رفته، ببینید که حکومت ایران الان داره موشکهایی رو تولید میکنه که درسته که امروز به ریاض و مسکو و تل آویو میرسه، ولی فردا به پایتختهای شما خواهد رسید و باید شما بیایید و پرزیدنت ترامپ رو در تصمیمی که گرفته تقویت بکنید، و نه اینکه بر ایشون فشار بیارید که در برجام بمونه. آقای امیر، به هر حال این صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به نظر میرسه حاوی حائز اهمیت بسیار زیادی خواهد بود در جهان و بازتابای بسیاری خواهد داشت. پیش بینی شما از این بازتابا چیه؟ من مشکلی برام پیش بینی کردن، میدونید در دنیای سیاست شما وقتی یه مهره رو تکون میدید همه چیز عوض میشه. مسلمه که بین منافع اروپا و منافع ایالات متحده و مصالح اسرائیل و نیازهای امنیتی عربستان سعودی یک اختلاف ها و فاصله های وجود داره. اروپا میگوید که شعارهایی که حکومت ایران میده مرگ بر آمریکاست و مرگ بر اسرائیل، نه بر مرگ بر اروپا. ما میخوایم که این مبادلات بازرگانیمون رو و روابط خوبمون رو با حکومت ایران ادامه بدیم. حالا میخوان موشک درست کنن یا بمب اتم درست بکنن، اون به ما ارتباطی نداره. عربستان و اسرائیل در خطر فوری حکومت ایران قرار دارن، و به همین علت است که اسرائیل همه تلاش خودش رو، و هیچ ارتباطی هم با اوضاع داخلی اسرائیل نداره، همه تلاش خودش رو گذاشته که به دنیا ثابت بکنه که این رژیم خطرناکه، این رژیم فتنه‌گره، و در واقع تایید بکنه سیاست‌های پرزیدنت ترامپ رو که بیاین و تا دیر نشده رو در روی حکومت ایران بایستن. در واقع این همون حرفی است که آقای پومپئو هم در ریاض و هم در اورشلیم تکرار کرد که باید الان جلوی زیاده روی‌های حکومت ایران رو گرفت، و اگر امروز نگیریم فردا دیر میشه. این از بفرمایید. نه خواهش میکنم، گوش بفرمایید، صحبت های پایینیتون بفرمایید. بله، و این از که اروپایی ها میخواهند که به نحوی برجام رو بذارن بمونه، و بعد بگن خیلی خوب به ما وقت بدین که ما بریم یک چیز تکمیلی برای برجام درست کنیم. هیچ چیز تکمیلی نمیتونن درست بکنن، به خاطر اینکه اگه بخوان با حکومت ایران وارد بحث بشن ممکنه ماها و سالها طول بکشه و این موضوع منتفی بشه. حکومت ایران، هم آقای روحانی هم علی خامنه‌ای و هم دیگران گفتن که ما حاضر نیستیم برجام رو باز بکنیم و این رو دوباره روی میز قرار بدیم. بنابراین اروپا در این ترفندی که به پرزیدنت ترامپ ارائه میکنه هیچ شانس موفقیتی نداره. این فقط برای وقت گذروندنه، و این رو من تصور میکنم که مقامات آمریکایی میدونن، و احتمال زیاد میره که با این 100,000 سندی که نتانیاهو امشب ازش صحبت کرد پرزیدنت ترامپ دلایل کافی و قاطعی داشته باشه که چرا این برجام بده، اصلاح ناپذیره و باید ازش خارج شد. بسیار متشکرم از شما آقای منشه امیر که در این گفتگو با ما حاضر شدید.